بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دانش آموزان عزیز. امیدوارم که حال همه دانش آموزان عزیز خوب باشه و انشاءالله با رعایت و دقت در امور بهداشتی و نکات بهداشتی دچار بیماری نشوند و انشاءالله این بحران بیماری رو با عمل به دستورات بهداشتی و پزشکی انشاءالله پشت سر بگذارن، انشاءالله خودشون و خانوادشون در صحت و عافیت کامل باشن. این روزها این روایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای ما خیلی مد نظر قرار باید بگیره که فرمود نعمتان مجهولتان. دو تا نعمت هست که قدرش مخفیه، مجهوله، و تا زمانی که این دو نعمت گرفته نشه از انسان، انسان قدرش رو نمیدونه. خب عافیت و سلامتی و صحت یکی از نعمت هاییست که در کنار نعمت امنیت قدرش مجهوله تا زمانی که انسان احساس خطر بکنه نسبت به از دست دادن این نعمت. امیدواریم که با شکر نعمات الهی، خصوصا شکر سلامتی و عافیت، بتونیم این مسئله رو پشت سر بگذاریم و انشاءالله برای دانش آموزان و خانواده هاشون و برای همه مردم شریف ایران، شیعیان اهل بیت علیهم السلام انشاءالله و برای همه بشریت انشاءالله و همه انسان در زمین این بلا و این بیماری برطرف میشه. از فرصت استفاده میکنیم با توجه به تعطیلی مدرسه به خاطر رعایت مسائل بهداشتی، فرصت رو از دست نمیدیم و درس هشتم از تاریخ ایران در دوره اسلامی رو که بحث انقلاب مشروطه ایران هست رو آغاز میکنیم. یکی از تحولات مهم تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران بحث انقلاب مشروطه است که تأثیر بسیار عمیقی در زندگی شخصی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایرانی ها داشته و اثرات عمیقش تا زمان انقلاب اسلامی هم برقرار بوده و بعد از انقلاب اسلامی هم ما اثرات نهضت مشروطیت رو میبینیم. مهمترین نکته که در ارتباط با نهضت مشروطیت باید بهش دقت کرد و به بررسی کرد این زمینه های علل و پیدایش انقلاب مشروطه است. چه عواملی باعث شد که انقلاب مشروطه در ایران رخ بده؟ خب به چند دسته تقسیم میشه این عوامل و علت و زمینه ها. یکی زمینه های سیاسیه. خب میدونیم که بعد از کشته شدن ناصرالدین شاه توسط یکی از شاگردان سید جمال الدین اسدآبادی به نام میرزا رضای کرمانی، حکومت قاجار اون نظام و قوام خودش رو از دست داد. مظفرالدین شاه خیلی نرم خوب بود، خیلی به امور جاری مملکت دقت نمی کرد. در عرصه های مختلف کشور دچار مشکل شده بود، در مورد سیاسی، در مورد اقتصادی، در مورد اجتماعی. خلاصه باعث شده بود که همه جوره حکومت کار از دستش خارج بشه. فلذا رفتارهای مستبدانه زیر دستان نالایق شاه در دوره قاجار باعث شد که اقدامات اصلاح طلبانه ای که بعضی از نخست وزیرها و صدر اعظم های نوگرا مثل میرزا حسین سپهسالار، میرزا ابوالقاسم قائم مقام فرانی و میرزا تقی‌خان امیرکبیر برای اصلاح روش کشورداری و نهادهای حکومتی و نوسازی نهادهای حکومتی انجام داده بودن، باعث شده بود به خاطر نالایقی عوامل پادشاه قاجار و دربار قاجار باعث بشه که اون اقدامات اصلاح طلبانه هم به نتیجه مورد نظر نرسه و بیشتر ایرانی ها از وضعیت موجود، از هیئت حاکمه ایران
ناراضی و ناخرسند باشن. در بُعد خارجی هم شکست‌های سیاسی و نظامی سنگینی که برخلاف دولت‌های گذشته قبل از قاجار مثل صفویه، مثل زندیه، مثل افشاریه که خب فتوحاتی داشتن، در جنگ‌ها پیروزی‌هایی داشتن، در دوره قاجار شکست‌های سیاسی نظامی سنگینی رو حکومت قاجار تحمل کرد و در واقع به ایران تحمیل شد این شکست‌ها در برابر روسیه، در برابر انگلستان، منجر به جدایی بسیاری از سرزمین‌های حاصلخیز و آباد و پرجمعیت ایران از خاک ایران در شمال و شرق کشور شد و همین جدایی باعث گسترش نفوذ بیگانگان و کشورهای خارجی شد و در واقع ضربه مهلکی رو به اعتبار حکومت وادار کرد. و وقتی ژاپن هم که یک کشور آسیایی بود در جنگ با روسیه به پیروزی رسید، این حقارت و ضعف سلسله قاجار بیشتر از همه آشکار شد و باعث شد که مردم زمینه حرکت و خیزش درشون ایجاد بشه، چون مردم ایران خیلی از روسیه تحقیر شده بودن و خیلی مورد ستم واقع شده بودن توسط حکومت تزاری روسیه و جوری هم جا افتاده بود که مردم ایران سوریه روسیه رو شکست ناپذیر می‌دونستن. اما بعد از اینکه روسیه در جنگ جهانی اول از ژاپن شکست خورد، ما می‌بینیم که خلاصه مردم ایران اینو برنتافتن که به عنوان یک دولت شکست ناپذیر به روسیه نگاه بکنن و دیدن که کشور آسیایی مثل ژاپن تونست بر روسیه پیروز بشه. یکی دیگه از زمینه ها و علل پیدایش انقلاب مشروطه و ایجاد انقلاب مشروطه بحث زمینه ها و علل اقتصادی بود. اهدام های مختلفی مثل اهدامه گلستان و ترکمنچای، اعطای حقوق ویژه تجاری، واگذاری امتیازات ویژه اقتصادی گوناگون به بیگانگان خاص روسیه و انگلستان، از جمله عوامل بسیار مؤثر بر ضعف و انحطاط اقتصادی ایرانه. یعنی امور اقتصادی ایران کلن افتاد یا دست انگلستان یا دست روسیه و شاید بشه گفت عمده مراکز مهم اقتصادی مدیریتش دست این دو کشور. واردات گوناگون، حمایت نکردن دولت از صنایع داخلی باعث رکود و تعطیلی بسیاری از صنایع محلی به ویژه کارگاه نساجی شد که خب خیلی رونق داشت در ایران در دوره صفویه، خصوصا نساجی خیلی رونق گرفته بود. در دوره افشاریه و زندیه یکی از کارهای عمده اقتصادی که این دوتا به حساب سلسله در پادشاهی ایران انجام داده بودن این بود که کارگاه‌های محلی و داخلی و صنایع دستی رو خیلی بهش حمایت کرده بودن، باعث شده بود همین مسئله که ارزش پول ایرانی بالا بره. اما با اقداماتی که توسط دولت قاجار انجام شد، امتیازات ویژه اقتصادی به بیگانگان داده شد، عملا کشاورزی از بین رفت، عملا صنایع داخلی، کارگاه‌های داخلی خصوصا کارگاه نساجی تقریبا به رکود و بعدم به تعطیلی انجامید. این منجر شد که بیکاری افزایش پیدا کنه، فقر و کاهش ارزش پول بیشتر خودش رو نشون بده و همین مسئله باعث بروز قحطی‌های بزرگ، کمبود و گرانی آذوقه خصوصا قوت مردم مثل نان شد که باعث خود این باعث شد که در دوره قاجار ما شورش‌هایی رو بر علیه حکومت در شهرهای مختلف ایران داشته باشیم. در چنین شرایطی حکومت ناچار شد برای تامین مخارج روزافزون خودش به ویژه هزینه سرسام‌آور و هنگفتی که هزینه سفرهای شاهان به اروپا داشت، اقدام به فروش مناصب حکومتی بکنه. یعنی هر کی پول داشت بیاد پولی بده و وزارتی رو بگیره، منصب دولتی رو بگیره و از همه مهمتر بالا بردن مالیات ها بود. و یکی دیگه که خیلی بر وخامت اوضاع اقتصادی افزود بحث استقراض از روسیه و انگلستان بود که باعث شد که بر وخامت اوضاع اقتصادی به حساب بیفزایه و این باعث شد که خشم و نفرت مردم نسبت به حکومت قاجار بیشتر بشه و
و بخشهایی از جامعه به ویژه علما و بازرگانان به شدت نگران سلطه بیگانگان بر تجارت خارجی و منابع اقتصادی کشور بودند و اینها زمینه شد برای اینکه خیزش مردم برای انقلاب نشروطه کم کم شکل بگیره. یکی از زمینه‌هایی که باز خیلی مؤثر بود در ایجاد نهضت مشروطیت بحث زمینه‌های علل فکری و فرهنگی بود. بعد از علل سیاسی و علل اقتصادی، علل فکری و فرهنگی میشه گفت به عنوان پایه اصلی نهضت مشروطه عمل کرد که چند تا نکته توی این مسئله خیلی مهمه. یکی آموزه‌های عدالت خواهانه و ظلم ستیزانه دین اسلام بود. خب بالاخره مردم ایران مردم مسلمانی بودن، پیرو مکتب اهل بیت علیهم السلام بودن، خصوصا قضیه عاشورا رو زندگی مردم انداز فکری و فرهنگی تأثیر بسزایی داشت و خب مردمی که در مجالس و محافلی که برای اهل بیت تشکیل میشد با آموزه های عدالت خواهانه و ظلم ستیزانه دین اسلام و معارف اهل بیت آشنا بودن و سیره اهل بیت آشنا شده بودن، عمل کرده دولت قاجار در امتیاز دادن بیش از اندازه به روسیه و انگلستان رو بر نمیتافتن، این رو مصداق ظلم بیان میدونستن و به جهت ایجاد عدالت خواهی و نفی ظلم و ستم و خصوصا غیر مسلمان ها تسلطشون بر جامعه اسلامی، این باعث شد که کار به حساب جلو بره و خیلی کمک بکنه که لحاظ فکری مردم آماده بشن با استفاده از آموزه های اسلام و مکتب تشیع. و سردبدار این قصه سید جمال الدین اسدآبادی بود که افکار و اقدامات این اندیشمند مبارز مسلمان تأثیر بسیار زیادی رو در جنبش های اعتراضی در کشورهای مختلف خصوصا بر جنبش مشروط خواهی ایران داشت. نکته دیگه که تو زمینه ها و علل فکری و فرهنگی مهم بود ترویج اندیشه های نو درباره حکومت و نشر آثار انتقادی بود. خب میدونید بیشتر حکومت های مستبد و خودکامه در دنیا در قرن 18 و 19 جای خودشون رو به نظام های سیاسی مشروطه و دموکرات داده بودن و مواجهه گسترده ایران با کشورهای اروپایی در عرصه قاجار، رفت و آمدهایی که بین اروپاییان و ایرانی ها انجام شد خصوصا در دوره میرزا تقی‌خان امیرکبیر، میرزا قائم مقام فرهانی، اینها باعث شد که ارتباطات و رفت و آمدها بین نخبه ها و فرهیخته های اروپا و ایران زیاد بشه. این رفت و آمدها که در قالب دیپلمات سیاسی، مستشار نظامی، دانشجو، بازرگان، گردشگر و غیره گسترش یافت و شکست نظامی ایران هم از روسیه باعث شد که ایرانی ها رو کنجکاو کنه تو نحوه به دست آوردن راز پیشرفت دولت های اروپایی که چه عواملی باعث شد که کشورهای اروپایی نیرومند بشن، پیشرفت کنن و دلیل عقب ماندگی کشورهای جهان سوم چیه. آنچه بیش از همه نظر اونا رو به خودش جلب کرد روش کشورداری و حکومت مبتنی بر قانون در اروپا. خب بسیاری از ایرانی ها می رفتن و وقتی برمیگشتن دیده ها و شنیده هاشون از پیشرفت و ترقیات تمدن اروپایی بیان می کردن، اصول حکومتداری رو برای هموطنان خودشون بازگو می کردن و به مرور اندیشه مشروطه خواهی رشد پیدا کرد. ورود سند شاه به ایران، رونق نشر کتاب و نیز انتشار روزنامه هم که از زمان مرحوم امیرکبیر آغاز شد و های اتفاقیه شد، این باعث شد که کم کم افکار و آثار مشروطه خواهی تبلیغ و ترویج پیدا کنه و نوشته های در قالب کتاب و روزنامه در داخل و خارج از ایران اعتراض به اوضاع نابسامان داخلی و نقد این اوضاع نابسامان و آسیب شناسی این اوضاع نابسامان به دلیل نفوذ سلطه بیگانگان منتشر شد. نویسندگان این آثار استبداد سیاسی، نبود قانون، فساد، بی‌لیاقتی زمامداران و حساب کتاب نداشتن امور رو
عامل عقب ماندگی ایران و ناتوانی آنها در برابر دولت‌های مستبد و مستکبر مثل انگلستان و روسیه می‌دونستن. و در واقع میشه گفت روزنامه‌ها سهم بسزایی داشتن در آگاهی بخشی به مردم و آشنا کردن مردم با مفاهیم جدید سیاسی. خب ایرانی‌هایی که رفته بودن اروپا و فرنگیده بودن اصطلاحاً نخستین اصلی گروه موسوم به روشنفکران رو تشکیل دادن که بعدها با گروه بسیاری از تحصیل کردگان داخلی که در مدرسه های جدید مثل دارالفنون تحصیل کرده بودن، اونها هم به این جریان ایرانیان فرنگ رفته پیوستن و تقریبا یه جریان فکری و سیاسی نیرومندی شدن برای تاثیرگذاری در تاریخ معاصر ایران. میرزا صالح شیرازی، میرزا ابوالحسن خان ایلچی، میرزا یوسف خان مستشارالدوله، میرزا ملکم خان، میرزا فتحعلی آخونزاده، میرزا عبدالرحیم طالبوف از جمله مشهورترین روشنفکران عصر قاجار در دوره مشروطیت به شمار می‌روند که اروپایی‌ها وقتی چنین چیزی رو احساس کردند که داره شکل می‌گیره بیکار نشستن، فراماسونری رو تشکیل دادن که به عنوان جمعیت و جشن مخفی می‌شد برای اینکه بتونن تأثیر بذارن روی نخبه‌ها و فرهیخته‌ها و تحصیل کرده‌ها و فرنگ رفته‌های ایرانی. و اساس برنامه فراماسونری هم این بود که دین از سیاست جداست، یعنی باید تو بحث مشروط خواهی چون میدونستن با رهبری علما و پیشتازی علما مثل مرحوم بهبهانی، مثل مرحوم ناینی، مثل مرحوم شیخ فضل‌الله نوری که بعدا بین همین رهبران مشروطه هم اختلاف ایجاد شد، برای اینکه بتونن مشروطه را از دست علما و روحانیت خارج بکنن اومدن شروع کردن با تأسیس فرقه فراماسونری و تشکیلات فراماسونری که فرقه قوی در اروپا بود این فرهیخته‌ها و تحصیل کرده ها رو جذب بکنن و تو ایجاد نهضت جدید، ایجاد تشکیلات سیاسی جدید برای ایران اومدن که این رو پایه‌گذاری کنن که دین از سیاست جداست، که بسیاری از این کسانی که نام بردیم عضو تشکیلات فراماسونری شدن. خب اوجگیری انقلاب و صدور فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه فرزند ناصرالدین شاه بود که خلق و خوی متفاوتی با پدر داشت. گلوله‌ای که ناصرالدین شاه را از پا درآورد فقط به زندگی ناصرالدین شاه پایان نداد، بلکه این گلوله در واقع پایان نظم کهن در کشور ایران بود، یعنی تومار حکومتداری کهن رو که بر اساس موروثی بودن شاه به ولیعهد بود و در هم پیچید. مظفرالدین شاه پسر و جانشین ناصرالدین شاه خلق و خوی متفاوتی با پدرش داشت، خیلی نرمخو بود، فاقد توانمندی لازم برای اداره امور بود، قاطعیت نداشت، به خاطر همین هم وزرا و مسئولین اصلا خیلی از امور رو به اطلاعش نمی‌رسوندن. او هم خیلی تمایل نداشت که با مسائل و مشکلاتی که در کشور وجود داره روبرو بشه و برخورد. لذا دوره سلطنت و پادشاهی مظفرالدین شاه اوضاع ایران بی‌ثبات‌تر و مشکلات اقتصادی نسبت به دوره‌های قبل خیلی بیشتر و پیچیده‌تر شد. در چنین شرایطی بود که منتقدین و مخالفین اوضاع مملکت فرصت و جرأت بیشتری یافتن که با انتشار روزنامه و کتاب و برپایی مجالس و میتینگ‌ها و سمینارها نحوه عملکرد مقام‌های حکومتی رو بیش از پیش مورد اعتراض جدی قرار بدن. یکی از کارهایی که در این دوره انجام شد تأسیس انجمن‌های مخفی و نیمه مخفی بود. انجمن‌هایی که با نام‌های مختلف چه دینی چه اعتقادی چه سیاسی تشکیل می‌شد و فضای سیاسی اجتماعی ایران رو بر علیه حکومت تحریک می‌کرد و این فضای سیاسی اجتماعی رو آماده التهاب و خیزش برای عوض کردن سیستم حکومتی بود که یک سلسله رویدادهای اعتراضی با برخوردهای خشونت‌آمیز حکومت برخوردار شد، در تهران و سایر نقاط به وقوع پیوست. اتفاقاتی که افتاد منجر به مهاجرت صغرا و کبرای علما شد. علما در مهاجرت صغرا از تهران مهاجرت کردن، تهران رو ترک کردن در اعتراض به برخورد با منتقدین از علما که منجر به شهادت یکی دو تا از طلاب و روحانیون شده بود.
چون علما تصمیم گرفتن به شهر ری برن، تو شهر ری بس نشستن، تحصن کردن. مظفرالدین شاه تسلیم شد، وعده داد که جبران کنه و علما وقتی وعده شاه رو دیدن برگشتن، ولی با عمل نکردن به تعهدش مظفرالدین شاه زمینه مهاجرت کبرا آغاز شد که خود شیخ فضل الله نوری هم با علما از تهران به قم مهاجرت کردن و این باعث شد که فرمان مشروطه نهایتاً در 14 مرداد 1285 به حساب 1300 تا 1324 قمری به حساب پیروزی انقلاب در گام نخست شد که 1285 شمسی برابر با 1324 قمری که در گام اول انقلاب مشروطه پیروز شد و رویدادهایی که منتهی شد به صدور فرمان مشروطه در جدولی که در صفحه 108 و 109 کتاب اومده که دانش آموزان باید حتما این جدول رو مطالعه بکنن، چون رویدادهای مهم در این رویدادهای منتهی به صدور فرمان مشروطه است که در سالهای گذشته سوال بوده و حتما باید این هفت مورد مورد دقت قرار بگیره، عنوانهاش باید نام برده بشه و دقت بکنن دانش آموزان عزیز که حتما باید توضیحاتش رو هم اگر خواست ازشون در سوال بتونن جواب بدن. پس از صدور فرمان مشروطه مجلس شورای ملی و هیئت وزیران باید تشکیل میشد. هیئت شامل نمایندگان بازرگانان، اصناف، روحانیان و روشنفکران تشکیل شد و اقدام به تدوین نظامنامه یعنی آیین‌نامه انتخابات مجلس شورای ملی کرد که کسانی که میتونستن در انتخابات شرکت کنن به 6 گروه یا قش تقسیم شدن. نخستین دوره مجلس شورای ملی با حضور مظفرالدین شاه گشایش یافت 1285 مهر ماه برگزار شد. از جمله مسببهای مهم این دوره اصلاح نظام مالیاتی، لغو تیولداری یا نظام اجاره داری زمینهای کشاورزی با حق دریافت مالیات بود، انتقال مالکیت زمینهای دولتی از خزانه شاهی به وزارت مالیه و یک چیزی که خیلی مهم بود در این دوره تصویب شد کاهش بودجه دربار شاهی، تشکیل هیئت وزیران به ریاست رئیس الوزرا نخست وزیر یکی از دیگر نتایج مهم انقلاب مشروطه بود. اعضای هیئت دولت توسط شاه منصوب می‌شدند که باید با تعیین مجلس شورای ملی شروع به کار می‌کردند و در صورت عدم رضایت مجلس از کار برکنار می‌شد. یکی از اقدام‌های شاخص مشروطه خواهان پس از صدور فرمان مشروطه تدوین قانون اساسی، قانون اساسی مشروطه با عجله تدوین و به امضای مظفرالدین شاه رسید، بیشتر به طرزکار مجلس شورای ملی مربوط میشه. به همین سبب خاطر چون اصول قانون اساسی باید خیلی قوی‌تر میبود تا اینکه بتونه فقط یه آیین‌نامه باشه برای امور مربوط به مجلس شورای ملی، یه متممی برای اون تدوین شد مشتمل بر اصول اساسی در باره حقوق و تکالیف متقابل دولت و ملت. یکی از اتفاقاتی که بعد از به حساب صدور فرمان مشروطه شد گسترش روزنامه نگاری و روزنامه ها بود که یکی از دستاوردهای انقلاب مشروطه بود، خیلی زود به بار نشست، گسترش سریع نشریات، توسعه فعالیت های روزنامه نگاری و روزنامه نگارا و خبرنگاران با شروع شعف بسیار خاصی مطالب می نوشتند، در مورد آزادی، آدمیت، برابری، عدالت، بیداری، حقوق، ترقی، وطن، استقلال و غیره و نام اغلب روزنامه ها هم با تأثیر از نهضت مشروطه از همین مفاهیم گرفته شده بود، در حالی که در دوران پیش از مشروطه روزنامه‌نگاران اصلا جرأت نداشتن یا اجازه هم نداشتن که پیرامون این مفاهیم قلم بزنن. همه سایر انقلاب ها با برداشت شدن سانسور و رفع محدودیت ها تندروی هایی نیز در عرصه روزنامه‌نگاری و نشریات هم بروز کرد. برخی روزنامه‌نگاران از نقد اشخاص و نهادها فراتر رفتن، تخریب و توهین و ناسزاگویی روی آوردن و این تندروی ها بر روند رویدادها و تحولات بعدی در نهضت مشروطه و تشدید اختلاف و دشمنی‌های داخلی تأثیر چشمگیری داشت. بعد از مظفرالدین شاه محمدعلی شاه به تخت نشست که اختلاف و جنگ داخلی به خاطر به حساب اتفاقاتی که افتاده بود شروع شد و
محمد علی شاه از همون ابتدا بنای ناسازگاری با مجلس شورای ملی رو گذاشت. در اینجا روسیه وارد شد و از محمد علی شاه حمایت کرد، از شاه جدید حمایت کرد. علاوه بر اون، برخوردهای تند برخی از مشروطه خواهان و روزنامه‌نگاران افراطی با شاه و خانواده او، روابط دربار و مجلس رو خصمانه تر کرد و در واقع تندروی و افراط روزنامه‌نگارا و مقالاتی که شاه می‌رسوندن باعث شد که امکان سازش بین شاه و مجلس از بین بره. محمد علی شاه سوءقصد نافرجام به جان خودش رو بهانه قرار داد، با برقراری حکومت نظامی روزنامه‌ها رو توقیف کرد، تجمع‌ها رو ممنوع کرد، فرمان حمله مجلس رو صادر کرد، نیروی قذاب که تحت فرمان افسران روسی بود مجلس رو به توپ بست. در این واقع تعدادی از مشروطه خواهان، از رهبران مشروطه که بسیارشون از علما بودن، مثل مرحوم آیت‌الله سید محمد طباطبایی و آیت‌الله سید عبدالله بهبهانی، تبعید شدند. گروهی هم به سفارتخانه‌های خارجی پناه بردن. چند تن از مشروطه خواهان هم مثل میرزا جهانگیر خان سوره صافی و میرزا نصرالله ملک المتمکن متکلمین و سید جمال الدین واعظ دستگیر و به دستور شاه به فجیع‌ترین شکل کشته شدند. و بدین ترتیب با انحلال مجلس شورای ملی، استبداد در ایران دوباره برقرار شد. این دوره حدود یک سال طول کشید که به دوره استبداد صغیر معروفه. این استبداد صغیر خیلی مهمه در درس. این رو باید دانش آموزان عزیز خیلی دقت بکنن که فاصله ای که دستور محمد علی شاه مجلس تعطیل شد، حکومت نظامی برقرار شد و منع تجمعات بود، رهبران مشروطه یا تبعید شدن یا به دستور شاه به فجیع‌ترین شکل ممکن کشته شدن، این دوره که حدود یک سال طول کشید میشه دوره استبداد صغیر. از جمله مخالفین فکری سیاسی با مشروطه شیخ فضل‌الله نوری بود که مشهد برجسته تهران بود، در آغاز با مشروطه همراه بود، در مهاجرت کبری نقش فعالی داشت، در تدوین متمم قانون اساسی نقش فعالی به عهده گرفت. اصل دوم متمم قانون اساسی به پیشنهاد و اصرار شیخ فضل‌الله به تصویب رسید که این اصل الزام میکرد که 5 نفر از مجتهدان اعتراض اول باید بر مصوبات مجلس شورای ملی نظارت کنه. در اواسط سال 1286 پیوندش رو با مرحوم طباطبایی و بهبهانی، دو مجتهد مشروطه خواه، گسست و کمر همت به مخالفت با مشروطه خواهان بست. او اصول و مبانی مشروطه را مغایر و ناسازگار با اسلام شمرد و خواستار برپایی مشروطه مشروعه شد. به ادعا میکرد که انقلاب مشروطه از مواضع اصیل و اولیه خود منحرف شده و برخی افراد مخالف اسلام در پوشش مشروطه خواهی قصد دارن مبانی و ارزش‌های اسلامی را تضعیف و نابود کنه، که پس از جبهه‌گیری شیخ فضل‌الله در مقابل مشروطه جریان فکری قدرتمند در برابر همس قرار گرفتن. یکی شیخ فضل‌الله نوری و شمار زیادی از طلاب و روحانیون تهران و سایر شهرهای ایران و عتبات عالیات قرار داشتن که با مشروطه به مخالفت برخواسته بودن. یه دسته هم آیت الله سید کاظم طباطبایی یزدی از مراجع ساکن نجف بود، از جمله این مخالفان بود که مثل شیخ فضل‌الله نوری فکر میکردن. اعضای جمع فکری علاوه بر بسنشینی گرد همایی اعتراضای متعددی در نقد و رد مشروطه نوشتن. در طرف دیگه طرفداران مشروطه بودن که طبق گستره از روشنفکران و روحانیان رو شامل میشدن. به جز دو مجتهد برجسته تهران که مرحوم طباطبایی بهبهانی بودن، 3 تن از مراجع بزرگ نجف، مرحوم آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی و میرزا حسن خلیلی تهرانی، نیز به دفاع از انقلاب و نظام مشروطه برخواستند. هواداران مشروطه هم آثار متعدد در تایید وجوب مشروطه و رد دیدگاه مخالفان نوشتند که یکی از شاخص‌ترین آنها نوشته آیت الله میرزای ناهینی بود که مرحوم ناهینی با تفکرات مرحوم شیخ فضل‌الله نوری مخالفت جدی و اساسی داشت. بعد از کودتای محمد علی شاه علیه مجلس، تبریز با هدایت انجمن ایالتی و پایمردی رهبران مجاهد مشروطه‌خواه آذربایجانی مثل ستارخان و باقرخان به حساب شروع به حرکت‌هایی کرد.
در واقع تبریز شد پایگاه آزادی خواهی و مقاومت در برابر استبداد و مستبدان. نیروهای مستبد که با پشتیبانی مالی نظامی از تهران اومده بودن تبریز، ما میبینیم که اونجا نبرد سختی در گرفت. احمد کسرامی مورخ بررسی معاصر وضعیت آن روزها رو اینجوری بررسی میکنه که از ایران آذربایجان مان، از آذربایجان تبریز، از تبریز کوی امیرخیز و از کوی امیرخیز کوچه که ستارخان در آن میجنگید، سپس کوچه به کوی، کوی به تبریز، تبریز به ایالت و ایالت به ایران. باعث شد که با دلاوران ایستادگی مجاهدانه ستارخان و باقرخان خلاصه بتونن دوره استبداد صغیر به سر بیاد. اینها با نیروهای بختیاری به فرماندهی سردار اسد و مجاهدان گیلانی با هدایت محمد ولی خان تولم کامونی و یبرم خان ارمنی هر عملیاتی هماهنگ تهران رو فتح کردن و با پناهندگی محمد علی شاه به سفارت روسیه دوره استبداد صغیر هم تموم شد. یه نکته ای که خیلی مهمه اینه که فاتحان بسط فتح تهران مجلسی از بزرگان مشروطه تشکیل بدن که محمد علی شاه رو از سلطنت برکنار کردن و پسرش احمد میرزا رو به جانشینی او برگزیدن و همچنین با تعیین مقرری برای شاه برکنار شده به او اجازه دادن از کشور خارج شد. یک دولت موقت هم برای اداره امور کشور انتخاب کردن. مجلس مسئول برای محاکمه و مجازات مخالفان مشروطه دادگاه تشکیل داد که این دادگاه شیخ فضل‌الله نوری و چند نفر دیگر را به اعدام محکوم کرد. اعدام مشهد اعتراض اول تهران با تبلیغات و هیاهوی فراوان انجام گرفت، در حالی که بسیاری از مستبدان از جمله محمد علی شاه نه تنها از محاکمه و مجازات رهایی یافتند بلکه مستمری نیز دریافت کردند یا به سمت‌های مهمی منصوب شدند. شهادت شیخ فضل‌الله به دست مشروطه خواهان تأثیرات زیانباری رو بر جامعه و فضای سیاسی ایران گذاشت و موجب گسترش اختلافات داخلی و یأس و سرخوردگی روحانیون موافق مشروطه شد. خب نیروهای اجتماعی در انقلاب مشروطه به حساب حضور داشتن بعد از اقدام به اعدام مرحوم شیخ فضل‌الله نوری کم کم دیگه دست از مشروطه خواهی کشیدن و حتی بسیاریشون در برابر او ایستادن، مثل روحانیون، بازرگانان، روشنفکران، اصلاح و پیشه‌وران، زنان و کارگران که در انقلاب مشروطه مشارکت داشتن و رهبری این انقلاب بیشتر دست روحانیون و بازرگانان و روشنفکران بود. تأثیر زیانباری که اعدام شیخ فضل‌الله نوری گذاشته بود باعث شد که کم کم موافقین مشروطه خودشون تبدیل به مخالفین مشروطه بشه. اونجایی که خیلی مهمه در بحث نهضت مشروطه و حکومت مشروطه خواهان مشکلاتی بود که حکومت مشروطه داشت که ازش تعبیر به چالش‌ها و تنگناهای حکومت مشروطه میشه که این سه مورد که در کتاب ذکر شده که یکی فرهنگ کهن استبدادی بود، یکی فقدان تشکیلات منسجم و منظم اداری و اقتصادی بود که اجازه نمیداد حاکمیت ملی رو در سراسر کشور به حساب برقرار کنه، و یکی دیگه از عوامل تاثیرگذار بر ناکامی حکومت مشروطه مداخله و فشار خارجی بود که یکی روسیه بود که پس از شکست نظامی از ژاپن گرفتار انقلاب مشروطه در داخل کشور خودش بود که پس از سرکوب انقلاب داخلی خودش دوباره دخالت‌های استعماریش رو در ایران که توأم با تهدید و خشونت بود از سر گرفت. روسیه و انگلستان دست روس‌ها رو برای دخالت بی حد و حصر در امور ایران باز گذاشتن با قرارداد 1907. با وجود اینکه دولت ایران اولتیماتوم روسیه رو برای برکناری شوستر نپذیرفت، با وجود که ایران که دولت مشروطه خواهان بود اولتیماتوم روسیه رو برای برکناری شوستر که یکی از انگلیسی‌هایی بود که روسیه باش مخالف بود، با اینکه ایران اینو پذیرفت اما نظامیان روسی مناطقی از ایران رو اشغال کردن، مرتکب جنایات بسیار هولناکی شدن، در تبریز بیش از 40 تا از انقلابیون و آزادی خواهان از جمله صفت الاسلام تبریزی رو به دار آویختن، در مشهد سربازهای متجاوز روس در روز 11 یا 12 فروردین ماه حرم امام رضا رو به توپ بستن، تعدادی از زائران رو شهید کردن. انگلیسیان هم نیز سالهایی که برای ایرانیان بسیار سرنوشت بود سیاست مزبقرانه ای رو در پیش گرفتن،
دخالت‌های روسیه رو نادیده گرفتن، اقدام تحکیم نفوذ خود در مناطق مرکزی و جنوبی ایران کردند که دولت انگلستان با دور زدن دولت مرکزی با سران قبایل و خانها و ایلات کشور ارتباط برقرار، معاهده‌هایی رو امضا کرد و این باعث شد که حکومت مشروطه‌خواهان در مرکز دچار ضعف و انحطاط بشه. این درس هشتم پیرامون زمینه‌های شکل‌گیری نهضت مشروطه بود که امیدواریم دانش آموزان از این درس بهره برده باشن. انشاءالله تطبیق متن با کتاب خود دانش آموزان انجام میدم. اگر سوالی داشتن دانش آموزان عزیز میتونم مکتوب دو کانال مدرسه به حساب دبیرستان سامان آلم دوره دوم یا از طریق مشاور محترمشون آقای کلاهدوز میتونن سوالاشون رو به بنده منتقل کنن تا انشاءالله جلسه بعد من بتونم هم رفع اشکال کنم، سوالا رو پاسخ بدم و هم انشاءالله بتونیم درس بعدی رو در حضور خود دانش آموزا در کلاس انشاءالله انجام بدیم. اگر تعطیلات ادامه داشت از طریق همین فضای مجازی در خدمتتون هستیم و انشاءالله دروس ادامه خواهد پیدا کرد. اگر هم انشاءالله مشکل در کشور برطرف شد و انشاءالله تونستیم دانش آموزا رو من نزدیک ببینیم که انشاءالله کلاس برقرار خواهد بود و در خود کلاس در حضور دانش آموزان ادامه دروس انجام خواهد شد. التماس دعا، خدا نگهدار.